چه مادر بچه بزرگ میکنه. وقتی که ما تونستیم بین بچه دختر و پسرمون یک برابری به وجود بیاریم، چون بعد اون پسر میشه مرد اون جامعه که بعد میگی باید داره این حق این زنها رو میخوره، وقتی که تونستیم این برابری رو بین فرزند یه دختر و پسرمون قائل بشیم، اگر تونستیم واقعا این کار رو انجام بدیم، اون وقت میتونیم ادعاهای بسیار زیادی داشته باشیم. چون ما خودمون در واقع شاید یه ریشه، من این رو تحقیق نکردم نمیدونم، یکی از ریشه های شاید این نابرابری خود ما هستیم. عمیقا باور نداریم که ما در یک لحاظی برابر هستیم با مردها، عمیقا باور نداریم و فقط حرف زیاد میزنیم، این واقعیته. اینجا ولی پسر و دخترمون رو ما از هم جدا تبدیل می‌کنیم، اون چیزی رو که به پسرمون یاد میدیم به دخترمون یاد نمیدیم و برعکس. من فکر می‌کنم اگر در ایران باشه به دلیل فشارهای اجتماعی و موقعیت اجتماعی اونجا، شما نمیتونی اون آزادی که به پسرت میدی، پسرت میره تا 12 شب بیرونه، نگرانی برای دخترت نمیتونی این اجازه رو بدی، ولی دلیل نمیشه اونها رو برابر ندونی. نمیتونم من اینجا اینجا واقعا برابر نمیدونم، اینجوری واقعا نیست. زن ایرانی این تفاوت میذاره، دینه شده دراش بین دختر و پسر. اصلا میگه اون پسره. بله دختر وقتی میگه من اینجا نمیبینم، من اینو چرا اینجا من میبینم، میگه اون دختر. حتی در کار خونه مثلا مادر میگه برید، چند تا دختر داره، حالا یه پسر داره، میگه مثلا اینو بکنید اینو بکنید، پسر نشسته برای خودش تو کامپیوترش داره بازی میکنه یا هر کاری. بعد وقتی اعتراض میکنه، دخترها اعتراض میکنن سالهای اخیر، اون پسر رو بلش کنه، میگه اون پسره. چرا؟ و بعد در مورد خیلی جالبه که من بارها صحبت داشتم چون من کارم بیشتر با خانوم ها و جوانان، من فرقی نمی کنه آقایونم بود، بحثایی می شد و صحبت بود، به اصطلاح اون دفتر کار ما بیشتر محلی بود که گپ می زدیم و خیلی خوب بود، هم دیگر رو ارشاد می کردیم. وقتی که صحبت می شد، خیلی خانوم هایی که پسر داشتن، اونایی که پسر داشتن، پسرای بزرگ، خیلی با افتخار با غرور میگفتن دخترها پسر منو ول نمیکنن، خیلی با افتخار که وای تلفن میزنن، وای از پسرشون دوست داشتن، حالا چرا من نمیدونم، یه دونجو هم بزن افتخار، از دخترشون یه فاطمه زهرا که مثلا اون در فکر، خب مثلا باعث شرمندگیشون اگر بگن چطور آخه این دختر هم یه نیازهایی داره، ممکنه با یه پسر صحبت کنه، حتما لازم نیست که اگه با یک پسر صحبت شد در جهت غلطی، و اون پسر هم اگه زیاده روی کنه اینجور در جهت غلط گفته فرقی نمی کنه، اگر نجابت درسته برای هر دو درسته، اگر متانت خوبه برای هر دو خوبه. یه تکه کلام بسیار مهم مامانا ایرانی دارن که وقتی میگن که ها پسرت این کارو کرده، این کاری که به غرورش بر میخوره، نگین بهش، نمیگم بهش، شما هم نگین ها، یه وقت به غرورش بر نخوره. این حرف جلوی چشم من بارها بارها زده شد و جلوی چشم من کسی که از 4 سالگی 5 سالگی ما با هم بزرگ شدیم. نه من برادر ندارم، خانواده بسیار نزدیکه که من با اینا بزرگ شدم و این پسر هر کاری خواست کرد، چون مامانش همیشه گفت به غرورش برمیخوره، و دختر همیشه تو سری خورد و موند. پسر در سن حدود 25 سالگی دچار ناراحتی روحی و روانی شد، الان در تیمارستان به سر میبره. دختر در سن 20 سالگی ازدواج کرد، الان یه بیزینس ران میکنه، یه خونه هندل میکنه. نه میخوام نتیجهش هم اینجوری شد، نتیجهش هم اینجوری شد، بچه داره و تمام خونه رو این خانم با بیزینسش ران میکنه و اون پسر که به غرورش بر نخوره، بهش نکن بکن نکنیم، همون مامانه تفلکی بیچاره در بیمارستان روانی بسته. صحبت ها به نظر من بجاست شما میگی، ولی من تو کشور کنم، تو دوستای خودم متاسفانه ندیدم، تو خونه خود ما پسر من بیشتر کمک دست من تا دخترم. خب این شما میکنه. هستی ولی اینو خانواده ولی گرمازه منتالی به قول شما راست میگی، پشت فکر لباس بسیار متمدنانه پوشیده شده، آرایش آخرین مدل، مادر خونه همه چی، ولی ما باید بخونیم، باید مطالعه کنیم، همونجور که گفتم درونن خودمون رو تغییر بدیم، پسرمون رو اون رو براش بخوایم که برای دخترمون میخوایم.
جنسیت رو کاملا فراموش کنید. هنوز شما ببینید در کشور ما بعضی ها که دختر به دنیا میارن مورد احترام قرار نمیگیرن. شما فکر نکنید الانم اونجا مدینه فاضله همه میفهمن، خیر این اتفاق نیفتاده.